سیدعلی اکبر موسوی خوینی، نماینده محترم تهران، رئیس شمیرانات و اسلام شهر. 10 دقیقه وقت. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام خود را با بیانی از عهدنامه امیرالمومنین در نامه 53 معروف به عهدنامه مالکشتر آغاز میکنم که فرمود: از رسول خدا بارها شنیدم که فرمود: پاک و آراسته نیست امتی که در آن ضعیف نتواند بدون لکنت زبان حق خود را از قوی دست بستاند. انجانب به عنوان نماینده و وکیل مردم تهران در دوره ششم مجلس شورای اسلامی، بنا به سوگند خود در پیشگاه خدا و ملت و در راستای مسئولیت نمایندگی خیش، وظیفه خود می‌دانم که در دفاع از حق بیش از 70% شهروندان تهرانی و حداقل 50% ایرانیان که در انتخابات فرمایشی اول اسفند ماه شرکت نکردند، بنا به آمار رسمی که چه بسا بیش از این نیز باشد و از زبان اکثریت جنبش دانشجویی سرفراز ایران، صدای اعتراض خاموش ملت در آن روز را از این تریبون رساتر ابراز دارم. اگر زمانی محمد علی شاه با حمایت لیاخوف روسی مجلس را به توپ بست و با امید بستن به برچیدن بساط مشروطه دوران استبداد صغیر را حاکم ساخت، و اگر رضاخان با حمایت انگلیس راه بر ورود آزادی خواهان و حق جویان در انتخابات دوره هفتم مجلس شورای ملی بست، امروز نیز شاهد کودتای پارلمانی بر علیه جریان تحولخواه ایرانیان با ابزار رد صلاحیت و ارعاب در انتخابات دوره هفتم مجلس شورای اسلامی هستیم تا مجلس به هر ترفند مهرچینی گردد که به فرموده قیام و قعود کنند و دیگر از آن نامه اعتراض و انذار نگاشته نشود و صدای افشاگرانه حقیقت جویان بر نخیزد و کمیسیون اصل 90 آن ملجعی برای ستم کشیدن نباشد و گزارش قتل‌های دیگر اندیشان، یورش نظامیان به کوی دانشگاه تهران، تبریز و ترشت، انفرادی‌ها و آزار روزنامه‌نگاران و زندانیان و فعالین سیاسی، به خصوص دانشجویان و فعالین جنبش دانشجویی، گوش حاکمان را نیازارد و کسی دیگر در مجلس سخنی از تنهایی زندان و انفرادی افرادی چون صابر، علیجانی، رحمانی، گنجی، زرفشان، آقاجری، اشکوری، عبدی، باطبی و سایر زندانیان مظلوم بر زبان نیاورد و آن کند که حاکمیت می‌خواهد و تنها آن گوید که حکومت می‌پسندد. جریان اقتدارگرا که در این سالها با وجود برخی سستی‌ها و فرصت سوزی‌های قابل نقد مجلس ششم، باز هم دل خونی از این مجلس داشت، با تشکیل و راه اندازی دفاتر نظارتی شورای نگهبان در سراسر کشور و اختصاص 100 میلیارد ریال از بودجه برای این دفاتر جهت پرونده سازی علیه اصلاح طلبان در تمامی شهرهای کشور و برنامه‌ریزی برای قلع و قمع ایشان در جریان انتخابات مجلس هفتم، فعالیت خود را برای بستن تومار مجلس مردمی آغاز نمود. و از سوی دیگر نیز این جریان تمام تبلیغات توان تبلیغاتی قضایی شبه نظامی نظامی خود را با سازماندهی و فرماندهی متمرکز در جهت فراهم نمودن فضای ذهنی لازم برای فرسایش جریان اصلاح طلبی و ایجاد یأس انفعال و کاستن کمی و کیفی توان آن بسیج نمود تا مقدمات وارد ساختن ضربه نهایی فراهم گردد. اما با این همه، تنها کمتر از 30% مردم تهران و اکثر شهرهای بزرگ و حدود 50% کل واجد شرایطین در کشور را به پای صندوق‌ها کشانده و افراد اصلی مورد نظرشان در خوشبینانه ترین حالت حداکثر از حمایت 15% تهرانیان برخوردار شد. در اینجا ذکر چند نکته را به متولیان امر لازم می‌دانم. 1. با توجه به در پیش بودن اجلاس 11 خبرگان رهبری، از نمایندگان محترم خبرگان که طبق قانون اساسی پس از انتخاب رهبری نظارت بر عملکرد ایشان اصلی ترین وظیفه ایشان می باشد، جای این پرسش است که آیا عملکرد مقام محترم رهبری و نهادهای تحت امر ایشان، به خصوص در جریان انتخابات ناعادلانه، غیر رقابتی و غیر آزاد اخیر، با معیارهای صداقت، تدبیر و عدالت سازگار است؟ و آیا عدالت حاکمان که علی علیه السلام حاضر نشد ذره از آن را فدای مصلحت حکومت خود کند؟ آیه اجازه بدید، اجازه بفرمایید آقا.
اشکال نداره. ببینید داره یک وظیفه قانون اساسی خبرگان را میخونه. نه ببینید حالا از جایگاه قانونی خودشون وقت ما اجازه بدید. یکی از اصول قانون اساسی که سری اومد اگه همونو میخوندن دیگه نه. اجازه بفرمایید. اجازه بفرمایید. آقای موسوی، آقای موسوی، آقای موسوی. سوال کردیم آقای موسوی، نوشتتو بردار آقای موسوی. نوشتتو بردار آقای موسوی. آقای موسوی رام هرمز. آقای میرخلیل. آقای به شما ربطی نداره آقای نبی زاده. شما بفرمایید. شما بفرمایید. آقایان محترم، اگر یک نفر یک اصل قانون اساسی رو نتواند اینجا توضیح بدهد، شما اگر اصل قانون اساسی رو از یک منبعی نخواهد این رو بگوید، نه اجازه بدیم. آقای اخوان، آقای اخوان، وایس. آقای موسوی، آقای موسوی خوینی، همچنین آیا نظارت دقیق مجلس شورای اسلامی بر عمل اجازه دارد؟ آقایون بفرمایید بنشینید. بفرمایید بنشینید. ادامه بدید آقای موسوی. آقای موسوی، آقای موسوی، آقای موسوی، همچنین آیا نظارت مجلس شورای اسلامی بر عملکرد رئیس جمهور و کابینه اعمال می شد؟ آیا شاهد برگزاری چنین انتخاباتی از طرف دولت بودیم؟ دو، امروز تجربه بشری ثابت کرده که با توجه به پیچیدگی های امر تصمیمی در مورد آقای اینجا بشینید. خواهش می‌کنم دوستان بفرمایید بشینن. آقای نبی‌زاده، آقای شکوری بفرمایید بشینید. آقایون بفرمایید بشینید. آقای بفرمایید بشینید. آقای ابوتراب، آقای ابوتراب، خواهش می‌کنم دوستان را بشونین. ادامه بدین. بس تموم شد آقای بفهمید. آروم باشید شما. حالا من ادامه بدید. سوال کردن از مجلس خبرگان جرم باشه. امروز تجربه بشری ثابت کرده که با توجه به پیچیدگی های امر تصمیم گیری در مدیریت کلان، مطمئن ترین مسیر در اداره امور تکیه بر عقل جمعی و خرد عمومی بر پایه برابری سیاسی و آزادی شهروندان و بدون در نظر گرفتن حق ویژه برای افراد یا افرادی خاص است. اصولا مفهوم دموکراسی بدین صورت معنا می‌یابد و فرایندهایی چون انتخابات و تشکیل پارلمان و دولت جمهور در جوامع مدرن کنونی با رعایت شرایط آزاد برای انتخاب شونده و انتخاب کننده و وجود رقابت عادلانه و با لحاظ دوره‌ای بودن و محدود بودن زمان ماندن در قدرت برای انتخاب شدگان می‌تواند به تحقق دموکراسی کمک نماید. اما انتخاباتی که در آن نه حق و آزادی انتخاب شونده و انتخاب کننده به رسمیت شناخته می شود و نه در آن شرایط رقابت عادلانه فراهم می گردد و نه امور بر اساس رأی ملت اداره می گردد، نه تنها دموکراسی آفرین نخواهد بود که ثمری جز تحمیل بار سنگین مالی و کشمکش های سیاسی نخواهد داشت. لذا پیشنهاد می شود از این پس بساط چنین انتخاباتی برچیده شود تا با یک دست شدن حکومت اداره امور اجرایی و تقنینی بر وفق مراد حاکمیت صورت گیرد. آخرین بند، فراموش نکنیم که صدام حسین در آخرین سال حکومت خیش انتخاباتی برگزار نمود که بیش از 98% به وی و حکومتش رأی دادند. اما چنین انتخاباتی ذره ای از سوست بنیادی پایگاه مشروعیت و مقبولیت حکومتش نکاست. پس حفظ و بقای نظام جمهوری اسلامی را درمانی دیگر بجز برگزاری انتخابات نمایشی و فرمایشی باید که همان انجام اصلاحات بنیادین و ساختاری بر پایه رأی و همه پرسی است. نقل است که با سرنیزه هر کاری میتوان انجام داد بجز تکیه کردن بر آن. امید که فرصت و امکان جبران فراهم باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ناطق بعدی از این ورای ناطق بعدی را. جناب آقای حسین لقمانیان، نماینده محترم همدان، 5 دقیقه وقت دارم. بسم الله الرحمن الرحیم. آقای لقمان، اگه نهج البلاغه و نمیدونم کلام امام و اینا میخواید بخونید نخونید، چون ممکنه یکم قانون اساسی اینا شلوغ بشه. بسم الله الرحمن الرحیم.